یه نگاهی هم داشته باشیم به این سرو اوورویوی که اینجا داره. خب ما البته تحلیل رقبا رو به شکل دیگری تو ای متد انجام میدیم، اما مهمه که این اعداد رو هم بدونید چی هستن. اگر سرو اوورویو رو برای همین مثلا حالا کلمه کتاب رو زدیم داریم سرچ میکنیم داریم میبینیم، اومده گفته که آقای طالبی، میگم جانم، میگه یو آر ال اولی که برای عبارت کتاب میاد wikipedia.org. بسیار خب، میگه دامین اتوریتیش 88. دامین اتوریتی چیه؟ خود همین ابزار روش میرید قشنگ مینویسه براتون، اصلا نیاز نیست من بهتون توضیح بدم. گفته دامین اتوریتی یا دی ای یه فاکتور در واقع رنکینگه که توسط ماز، مال گوگل نیست. خیلی ها میگن آقا دامین اتوریتی مال گوگل، نه مال گوگل نیست، مال مازه، سایت ماز. اومده بر اساس یک سری روش هایی میگه که این دامنه چقدر قدرت داره و چقدر شانس داره برای رنگ شدن توی این در واقع عبارات های مختلف. همونطور که میبینید گفته it is calculated، یعنی محاسبه شده با evaluating، یعنی ارزیابی لینک هایی که به روت سایت خورده، روت دامین، number of total links، کل لینک ها و الاخر، یعنی چند تا عدد رو کنار هم میذاره یه عددی در میاره، میگه این در واقع دامین اتوریتی این 88 نشون داده میشه. ارتباط معنادار یا همبستگی قابل توجه مثبتی بین دامین اتوریتی محاسبه شده توسط ماز و در واقع قدرت یک سایت برای سرچ کردن رو کلمات دشوار وجود داره. این هر چقدر دامین اتوریتی بالاتر باشه شانس بیشتری است. البته راههایی برای این هست که به شکل فیک اتوریتی سایت رو ببری بالا، گوگل بهش توجه نمیکنه، ولی ماز درباره دامنه اشتباه کنه. یکی از راههای کلاهبرداری خیلی از سایتایی که اتوریتی بالایی رو نشون میدن درست که اصلا 2000 هم نمیارزن دقیقاً همین هست که جزء روشای بلک هات هست، ما صحبت نمیکنیم. پس دی ای عدد مهمیه، اما یادتون باشه بعضی از سایت ها دی ای شون دی ای تقلبی هست و ساختگی هست. دی ای توی رپورتاج برای اس ای او بسیار بسیار اهمیت داره، خیلی مورد توجه و به خاطر همینم سئو کار و متخصص سئو باید حواسش باشه تشخیص بتونه بده کدام سایت ها دومین اتوریتی تقلبی یا فیک درست کردن. پی ای همون در واقع مثل دی ای هست، منتها پیج اتوریتی هست، همون که توضیح داده باز هم مال ماز هست و میگه درباره یه اسپسیفیک پیج، درباره یک صفحه مشخص که حالا اینجا اون صفحه‌ای که در واقع بالا اومده، میگه این صفحه با همون میزان هایی که توی دی ای گفته بود چقدر قدرت داره یا چقدر اتوریتی داره یا چند میارزه خودمونیش، یعنی چقدر نمرش چنده. آره سیتیشن فلو مال ماجستیکه، در واقع ماز رو که داشتیم اینم سنجه های ماجستیکه. ماجستیک به جای دی ای و پی ای اومده روی یه سری عبارت ها کارگران همجور گفته دیگه، روی لینک کوالیتی، میبینی focus on link quality it predicts how influential URL is and based on how many sites link to، میگه متناسب با تعداد لینک ها به خصوص از نظر تعداد چند تا در واقع لینک داشته، هر چقدر این بیشتر باشه یعنی لینک های بیشتری یه سایت گرفته. و یه دونه هم تراست فلو داره یا تی اف که بازم روی لینک کوالیتیه، اما داره بررسی میکنه چه سایت هایی با چه اعتباری به یک صفحه یا در واقع یک سایت لینک دادن، بهش میگن تراست فلو. هر چقدر سی اف و تی اف بالاتر باشه میتونه نشون دهنده قدرت اون دامنه باشه. بازم مثل همون دی ای و پی ای راههای بلک هتی هست که به شکل مصنوعی سی اف و تی اف رو بالا نشون بدیم. یادمون باشه اینا فاکتورها یا سنجه‌ها یا پارامترهای مورد توجه گوگل نیستن. بعضی میگن آقا گوگل بینه تا، نه گوگل اصلا توجهی به نظر من نمیکنه بینا، گوگل محاسبات خودش داره، اما همبستگی وجود دارد بین این اعداد و قدرت سئو که سایت ها دارن. سنجه بعدی که بهتون میده لینکس هست، میگه چند تا در واقع بکلینک از دامنه های مختلف به یک سایت خورده، هر چقدر این بیشتر باشه یعنی گرفتنش واقعا سخت‌تر میشه طبیعتاً، و حجم لینک بیلدینگ اون سایت رو هم داره نشون میده، حالا چه ارگانیک باشن چه در واقع تو فرآیند سئو ایجاد شده باشن. اینجا اف بی رو داریم، فیسبوک شیر هست. خب ما تو ایران خیلی رو فیسبوک تمرکز نمی‌کنیم، اما خارج از ایران به شدت روی فیسبوک کار میشه. خود من شخصا تأثیر فیسبوک رو و لینک هایی که از فیسبوک میگیریم برای سایت ها و به خصوص ورودی هایی که از فیسبوک میگیریم رو روی سئو سایت ها دیدم، دربارش قبلا توی جاهای مختلف صحبت کردم. یوزر فلو، وقتی از یک ابزار در واقع من بهش میگم باتلاق محتوایی، حالا برای ایرانی ها بیشتر اینستاگرام هست،
یه نفر که میتونه در واقع یک سایتی که میتونه افراد رو از اینستاگرام جدا کنه، بکشونه تو سایتش و 10 دقیقه تو سایتش نگهداری، یا تو خارج دادن از فیسبوک بتونه یه نفر رو بکشونه تو سایتت، این به گوگل یه سری سنجه میده. اون رنک برین گوگل یکی از چیزهایی که چک میکنه همین یوزر فلو هست، و اینکه ببینه از کجا تو یوزر کشوندی از این شبکه‌های اجتماعی و بعد آوردی. حالا اینا نمیتونن اونو در بیارن، ولی فیسبوک شیرش رو میتونن، که تو خارج از ایران مهمه. هر چقدر بیشتر شیرش باشه لینک سایتات سایت‌های شما، میتونه یک همبستگی رو نشون بده با قدرت سئو شما. عدد بعدی که هست هم که می‌بینید لینک پروفایل استرنت هست، که توسط خود همین منگول که دارید می‌بینید، ابزار منگول داره این رو ارائه می‌کنه و میگه قدرت این سایت از نظر من منگول چنده. حالا اینکه چگونه در میاره، باز من فکر می‌کنم چیزی که می‌بینم اینه که میاد این عددا رو خودش برای خودش ضرب و تقسیم می‌کنه، یه اعتباری میده و برای خودش یه عدد در نظر می‌گیره، و هر چقدر این عدد بالاتر باشه، حالا ممکنه 52 نباشه، شاید 70 باشه مثلا تو زبان فارسی برای سایت‌های فارسی زبان، اما نسبت درسته. یعنی این سایت تا حدود زیادی نسبت به این یکی سایت قوی تر است تو این کلمه. حالا ممکنه بگید طالب ببخشید بعد چرا این الان اول این سومه؟ نه، تو مجموعه این کلمات این میاد این سایت ها رو در میاره، یعنی این عددی که اینجا میبینید رو کل این مجموعه کلمات در آورده. آقای طالبی بعضی از این کلمات چرت و پرت بود، اصلا مربوط نبود. آره دیگه، شما ببخشید منگول رفته کی دبلیو فایندر اینا رو در آورده، حالا بر اساس اینها و جایگاه سایت های مختلف میگه آقا این سایت ها در واقع احتمال بیشتر تو مجموعه این عبارات بیان بالا. حالا تو ای متد، انتهای ای متد دقیقاً ما اینو با هم دیگه مرور میکنیم، بررسی میکنیم، و من نشون میدم که چگونه همین سایت میاد بالاتر. یه ارتباط معناداری گفتم، عدد جالبی هست، ارتباط معناداری با قدرت یک سایت توی اون کلمات هم خانواده وجود داره. خیلی خب، این ابزار KW Finder منگول بود که ابزار بسیار بسیار خوبی هست و یکی از ابزارهای بسیار کاربردی است، منتها به شرط اینکه حواستون باشه چه کلمه‌ای رو کجا و تو چه زبانی سرچ می‌کنید. لازمه که اینها رو گهگاهی باشون بازی کنید و تغییر بدید. یه کار دیگه که ما انجام میدیم در واقع ریورس دامین سرچ هست. اینجا همون که می‌بینید یه قسمت داره به اسم سرچ دامین. مثلا من الان گفتم تاقچه مهمه، بیایم با هم دیگه همین سایت رو ورداریم، یعنی تاقچه رو ورداریم، اینو ور می‌دارم می‌برم توی سرچ بای دامین، این رو می‌زنم، حالا بذار دستی بزنم، tagche.com درست شد، و این رو میزنم. نگاه بکنید کاری که انجام میده اینه، میاد میگه حالا تاقچه توی چه کلماتی چه رتبه هایی داره. این بار کیورد های تاقچه رو به من داد. میبینی خود تاقچه و تاقچه، حالا با به این شکل، این قدون غلط هاست. این خیلی جالبه بچه ها، خیلی وقتا کلمات با غلط املایی زیاد سرچ میشن. همونطور که میبینی میزان سرچ تاقچه با ته دستدار و با ته دونده نسبتا یکی، نمیگه این گفتم دیگه باز همونه، تعداد شاید غلط باشه ولی نسبت درسته، یعنی همون تعدادی که دارن تاقچه رو با ته دستدار میگن، خیلی هاشون با ته دو نقطه. توی رمان‌های عاشقانه این بالاست، اگه دقت بکنید اینجا نشون میده رمان‌های عاشقانه عربیه دیگه، یه عربیه. خب احتمال اینکه یه آقایی توی کشورهای عربی و عرب زبان رمان‌های عاشقانه سرچ کنه احتمالاً صفر. این در واقع کسانی هستن که کیبورد های در واقع عربی روی آیفون ها میتونه باشه. باز میگه تو شعر عاشقانه اینها بالا، تو کتاب مثلا در واقع میگه پوزیشنه دیگه، این پوزیشنه، یه فرقی کرد این پوزیشنه، میگه تو این کلمه اوله، تو این کلمه دومه، تو این کلمه مثلا چه میدونم اوله، تو کلمه رمان 11ام، شعر عاشقانه 15ام. پوزیشن های مختلف این سایت رو تا 2000 تا کلمه رو بهتون میده که فوق العاده است. یکی دیگه از اون روش هایی که ما میتونیم رو کیورد سرچ کار کنیم دقیقاً همینه. خیلی از این عبارت ها رو که میبینید اینجا ممکنه که به کلمه کتاب مربوط نباشن، مثلا انجمن شاعران مرده، شما اینجا کتاب سرچ میکنید تو سرچ بای کیورد، انجمن شاعران مرده شاید نه، کتاب انجمن شاعران مرده میاد، اما شما میفهمید ای این کلمه بد ورودی نمیگیره ها، ببین این شبیه همونه، پس شاید بد نباشه من رو این کلمه سرچ کنم. پس یه کار دیگه که انجام میدیم سرچ بای دامین هست، و بعد مثل همون قبلی اون سایت های رقیب، سایت هایی که مستقیما با ما رقابت میکنن عین ما هستن، رو میایید تو این دامینشون میزنید، و بعد این اکسپورت رو اینجا انتخاب میکنید، اکسپورت رو میذارید با همون روش قبلی. دوباره از بین اینها میتونید کیورد های بسیار بسیار خفنی رو در بیارید، کیورد هایی که کس دیگری بهشون نمیرسه، کیورد هایی که خیلی از ابزارهای کیورد سرچ بهشون نمیرسه. نکته ای که الان گفتم نکته مهمی هست، حتما این رو یه ستاره هم بغلش بزنید. هرچند من دیگه این آخرین قسمت بود و توی 2-3 دقیقه بهتون گفتم، اما چون شما دیگه اون قسمت قبل رو یاد گرفته بودی خیلی کوتاه گفتم. این جمله که بهتون گفتم و این روش یکی از روش های بسیار بسیار مهم در کیورد سرچ هست. برید ببینید رقبای بهتر از شما، اونایی که از شما بهتر هستن، اونایی که از شما
حالا تو علاقه تو دیجیتال قطعا تو محصول که شما بهتر هستید و تو خدمات و در واقع کیفیت خدمات، اما کسایی که قبل از شما لااقل شروع کردن رو چه کلماتی دارن کار میکنن. یادتون باشه یه وقتایی میگن دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست. دشمن دانا یه همچین جایی خیلی خوبه ها، اگر یه سایتی رفته باشه خفن سئو کرده باشه کلی کار کرده باشه، شما به راحتی میتونید از طریق این ابزارها کارهایی که اون کرده رو در بیارید و بعد برید روش تمرکز کنید و بتونید یه خروجی کیورد مناسب رو داشته باشید. خیلی خب، من درباره KW Finder دیگه ادامه نمیدم، اما فراموش نکنید که KW Finder خیلی امکانات دیگری دارد. شما با اینها که یه مقداری کار بکنید گزینه‌هاشو می‌بینید که کلی بخش مختلف داره. دیگه ما نمی‌رسیم آموزش KW Finder نیست. ما فقط می‌خواستیم کلیاتشو بگیم. خود KW Finder هلپ داره همونطور می‌بینید اینجا و حتماً برید KW Finder گاید رو، کیورد ریسرچ گاید رو، اینها رو بخونید. حالا SEO گایدش هم که برای SEO خوب است و بلاگ منگول رو هم که من قبلا معرفی کردم خیلی هم خوب است، ولی این دوتا گزینه رو حتماً بخونید. محتوای بسیار خوب و کاربردی براتون اونجا هست و از همه امکاناتش میتونید آگاه بشید.